سلام بیندای خوب برنامه صبح زندگی بخش صبحانه است و میمان یکی از پهلوانای افغانستان هستیم. آقای صاحب سلام. علیکم السلام. میخواهیم از زبان خودتان مردم شما را بشناسند. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حاجی رمضان حسین زاده هستم و سال 1331 در منطقه کجاب دامرده بیسود به دنیا آمدیم. اولین پهلوانی را شروع کردیم از لب دریا. لب دریا چگونه؟ سر خاک. سر خاک می‌زدیم، بدن هم سیاه می‌ماد و باز او بازی می‌کردیم. بعد از اون باز رفتیم در کلب. یک کلب کارت شخی بود به نام شخی کلب. یکم کلب پشت سر سینمای پامیر سابقه. یک جایی بود کلب میوان. در چند سالگی عروسی کردیم؟ 19 سالگی عروسی کردیم. 19 سالگی در سال 48 عروسی بود یا توی؟ والا دیگه اوقات که عروسی حالش اوقات توی بود. بخواست خودتان بود یا بخواست فامیلتان؟ والا زال خوش شرایط فعلی، گرچه که دین هم امیره میگه شرایط فعلی رو میگه، اما سابق کسی که خانم میگرفتی خواست خودت نبود، خواست اون پدر و مادر. اگر کلم یاورد، کورم یاورد، شلم یاورد، شوتم یاورد، اونم قبول بود. روزی که میامد میدیدی؟ نه روزی که میامدم نه، بگاه که تا چادر از پس میکدی میدید. بعد نیست که اگر شوخی هم کنم، خوب یک باب مثال است و نام از او شخص نمیگیرم، کل دنیا افغانستان هم میشناسه. یک کسی بود، وزیرم بود. بله. گفت من خوارم طلبگار آمدن، یک بچه را داماد آورد، شانه شمشاد داری، خط بلند و چشما و کلاه قرقولی. ما یک دختر خوار خود دادیم. دادیم و یک دو سه ماه بعد توی میکنیم. خیلی خوب. بعد که آمدن داماد، شایی کردیم که داماد دیگه نیست، یک چشمش تودار کور، یک رخم. همین داماد سا داماد اصلی چی شد؟ خب ما دیدیم که حال خودی از سر صدا را نکشیم. گفتی اخوار دیر مانده داشتیم در خانه، 55 سال عمرش بود، بد فروکس هم بود. گفتی رفتم، گفتم جان لالایش تیزی کده برو دیگه یک امام کن، کالا مالا رو بپش، حالا در سرت پرتو بیا خدا داده. دیگه وادی که تاز خانه نبرم، دیگه هر کس که خواست که روی تو پاس کنه نمون. رفتن ایره امام کدن و آمدن، شالا در سرش دادن و عروس مادر داماد خواست گریش کرد نید باز در خانه مروی مبین. باز زیر میبرن در خانه که چادر پس میگونه که زیر پلک مردی میبره. باز گفته بود که چرا؟ گفت گب نزن. گفتم او کار خیانت شما امون که میگه سزای قروت او گرم است. میگه از بس که پدر افتاد آن در پای جمع زر، زر گیرد و بفروشد گوساله صفت دختر. زن بی خبر از شوهر، شوهر بی خبر از دختر، جبران نکاحش را بندن پدر و مادر، این گونه نکاحی نیست فرموده ای پیغمبر. او قایده تو خرافاتی بود که نه یک زایمان خودت بدر خوانده هستیم. خانه ما بچه شده بود، خانه تو دختر، تو امیدوارم دختر خود بچه تو دادم. تا 20 سال آیا این بچه تو چی میبرایم؟ آیا دختر من چی میبرایم؟ من خدمت شما ارز کنم در سال 48 عروسی کردم دیگه. من فعلا که شاید مصاحبه مر بی بی آجیم قار شود بشنود، من او رو ندیده بودم و من رو ندیده بودم. باز عروسی کردیم و موتر گل پشت سوار نشدیم. دینم منتقد و قلا بود، از یه خانه در یه خانه یک کاکایم بود، خدا رحمتش کنه، بابا نبی میگفت و وطنکیت پیش رویم دستمال بازی میکرد. آوردیم تا اونجا دیگه. از او دول و سرنایی بود؟ نه دول، در دول بود نه سرنایی بود. ما حالا یکان را میگم، یک روز باز شوخی هم بکرد میکنم میگم یاروشی کردیم و رفتیم و خب حالا خب به شکل عموم هم اقوام حال تخت خو است و آینه مساف است و آب گرم کن است و کیک بریدن است و این چیز هاست و آینه مساف هست و ما بابا این چیز ها رو رویش ندیدیم. که دیگه شوخی کنم بی بی آجیر اگر می آروس سی و منگی ما اما گفتم مادرشون از تخار هم این موتر کروزین سفید ما زیره ای بود، دیره گل پشت کده بودیم.
بی بی آجی رشاندم. من گفتم که بیا دیگه در جوانی خود موتون نشد. این امروز فکر کن که تو آروس هستی بدم داد آمد یک گلپوش سوار شده بردی ما. خب دیگه این چیزاییست که در شرایط و زمان وقت فرق میکنه، مکان فرق میکنه، روز فرق میکنه. امروز فرهنگا پیش رفته، دخترها میشینن تا یک ماه دو ماه سه ماه یک کتی رفته رو میکنن، بعد از او آروسی میکنن. خب ما با امو شرایطی که چشمپور آروسی کردیم راضی هستم تا هنوز تا امی دقره که یک زنی که به من بازو داده مثل یک مرد. آیا سب میگن که در خانه تان افغانستان کوچک را تشکیل دادیم؟ از هر گروه نژاد یک نفر است؟ بله، خدمت شما عرض بکنم که من مرز تعصب شکستاندیم، مرز نجات پرستی را شکستاندیم. فعلا یک عروس که گفتم دارم در بشیم وکیل و نا مادرش از فرخاره، پدر بزرگش فرقه نبی غلام نبی خان شپشاخ میگفتم برو که بروتایش میبینید تودا رقم امان الله خان بریده دوری امان الله خان فرقه میشه بود. والی رفته رو داریم، مثلا مادر هزی عروسیم شیعه شده، اونا هستم اون روی اهل تصنوی خود خانه میاین، اینا نماز دستواز میخوانه، اونا دستبسته میخوانه. ایش گونه از روزی که عروسی کردیم تا حالا را برای ما کدام مشکل ایجاد نشده، چون البته مدیریت خانگی هم کار است که خود ما مدیریت دارم. عروسی دیگه ما هست که بچه آخرین بچه پسکورکی هست، اونا مادرشان از پنشیر است، پدرشان مامجهی است، از سردار داود خیلا هستند. دیگه ما یک وحدت ملی رو در خانه تمثال کردیم. والا آفرین تان است. امو که از خود شروع بکنن که هست میتونه دنیا رو هم تغییر بده، یک بس روان شناسی است. شما خودتان صبحانه چی عادت دارید بخورید؟ من صبحانه فعلا باز جوقای دمی پاچه رو میخورم، دیگه که یک ذره فشارم بالاتر رفته تخم بودنه. یک فرم بودنه هست همینجا برای با تخم بودنه میاره. خود بودنه بیشتر گوشتش به ضرر است. بودنه باز خونه بوده؟ نه. این همی بازی در افغانستان زیاد رایج است. یک چیزم خدمت در بکنم که در ایام جوانی هم هیچ کارای غیر مشروع نکردیم. عمل دارین فعلا؟ عمل هم ندارم، حتی سیگریت هم نکشیدیم. شاید پان استفاده کنید از این بالشتک ها، بچه های جوان ها میمانه، حتی دختر ها هم میمانه هایی سر کس خفه نشه. واقعیت هست ما طالب در خانه ما کاملا پای نسوار و اینا و گپ و سخن، حتی بچه ها هم عمل ندارن؟ نه، حتی بچه ها هم عمل ندارن. بچه ها چهار دانه هست، کلان شاجی عبدالسین رمضان زاده هست، وکیل شورای ولایتی کابل. نه او کلان، او 45 سال عمرش. نواس های من جوانه، نواس ها رو آروسی کردم. نواس ها رو گفتم که باید از خاندانی آدم برای از مزار برای زدادوشان زن گرفتم و اگنه نواسه سر بابا حق نداره، نه باید پدرش خانش آباد کنه. راست میگید. اما ما تانوزن جدا نکردیم اولادا را. آیا صاحب روزگارتون خوب است؟ از جان؟ روزگارتون خوب است؟ خدا را سپاسگزاریم که تصمیم ندارین کدام ازدواج گروهی را اندازی بکنین؟ والا دیگه اگر این بر جوانایی که ماندن مثل ما آور سرسفید شدن سهم میگیریم، در یه بسیار کار حسنه سوسوی حسنه است که کار شبه باید مقصد دمولستان اول نام ما را بگیریم. چشم. زنده باشین. اگر اجازه تون باشه آیسا بگان چیز بخوریم، من بسیار خوشحال میشم که بزن. شما میگیرین که طریقه خوردنش رو بفهمین که پالونا چگونه پاچه میخوره. یک اولاد بابه ما صندوق اصل داره و زنبور داره. زنبور داره. من میگم اینقدر تیز است و یک سن جوارش خالص خالص سیر نوشیان کنن. با اندیوالای دیگه ما هم اندیوالای دیگه چی میکنن؟ دیدستیان هر روز در گزارش لای میباشن برای ما، اونا هر روز میخورن. ای ما خودت که بخوریم میگم من زنده جهان زنده. بسیار زیاد تشکر ایسا. زنده باشید.